بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلغون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا. در جلسات قبل عرض شد که پیامبر بزرگ آل اسلام برای بعد از خودشون نگرانی هایی رو داشتن. این نگرانی ها چند قسم بود. یک قسم از نگرانی ها برای امت بود که امتی که پیامبر اینها رو هدایت کرده بود از بت پرستی و عبادت صنم، در حقیقت اینها رو موحد کرده بود، خدا پرست کرده بود، حراس داشت که مبادا اینها بعد از خودش دوچار دنیا گرایی بشن، اقبال به دنیا بکنه، و این باعث بشود که ارزش های دینی به دست فراموشی سپرده شود. یک حدیثی که فریقین ظاهرا از رسول خدا نقل کردن فرمود: انی لا اخشا علیکم الکفر، من بر شما مردم نمی ترسم از اینکه کافر بشید، ولیکن اخشا علیکم ان تتنافسوا فی الدنیا کما تنافست الامم من قبلكم، ترسم از این است که بعد از من شما اقبال به دنیا بکنید همونطوری که گذشتگان، امت‌های گذشته اقبال به دنیا کردن، اونها هلاک شدن، شما هم هلاک بشید. این یک نگرانی بود پیغمبر خدا داشت. یک نگرانی دیگری پیغمبر داشت نسبت به اهل بیتش بود. این نگرانی دوم رو اظهار کرده بود، فرموده بود، به خود اهل بیت هم فرموده بود که من نگرانم از این که امت نسبت به اینها جفا بکنه. جهت هم این بود، به طور طبیعی پیامبری که دینی رو آورده طبیعتاً دشمنانی داشت. این دشمنان آرام نمی نشستن تا اونجایی که توانستن مبارزه کردن، وقتی نتوانستن اینها تحت پوشش اسلام خودشون رو مسلمان رقم زدن و خودشون رو به عنوان یک کسی که از نزدیکان پیغمبر هست خودشون رو جا زدن در حقیقت، اما حراس داشتن در عصر رسول خدا اظهار بکنن. پیغمبر که از دنیا رفت این دشمنی ها بروز کرد و ظهور کرد. باز در یک حدیثی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم
به امیرالمومنین فرمود یا علی ازام تو ظهرت لکر ضغائن فی صدور قوم یتمالعون علیک و یمنعونک حقک. من که از دنیا بروم کینه هایی که در دلهای برخی از افراد هست این کینه ها ظهور و بروز میکنه، یعنی کینه هست اما ظهور و بروزش مال بعد از من، و اینها اجتماع میکنن هماهنگ میشوند بر علیه شما و حقتو میگیرن از من. خب این نگرانی رو پیغمبر خدا داشتن. این روایتی که من ابتدا عرض کردم این از انسه، انس ابن مالک این روایت رو نقل کرده. انس از انصاره. پیغمبر خدا وقتی تشریف بردن مدینه، مادر انس دست انس رو گرفت، یک پسر نوجوانی بود، شاید 10 سال یا 12 سالش بود، آورد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله من آوردم اینو خدمت شما که خدمت گزار شما باشه. حدود 10 سال در محضر پیغمبر اکرم بوده انس و عمر زیادی هم کرده نسبتاً انس بن مالک. بیشتر اعقابش و اولادش در بصره هستند. ایشان اومده بصره ساکن شده. در سال 89 هجری، یعنی تقریبا 80 سال بعد از پیغمبر زنده بوده، چون بچه بوده اومده خدمت پیغمبر. خیلی روایت نقل کرده بخاری هم ازش خیلی روایت نقل میکنه، انس بن مالک. ایشون نقل میکند میگوید که کنا جلوسا عند النبی صلی الله علیه و آله، ما یه عده‌ای بودیم خدمت پیغمبر نشسته بودیم. از اقبل فتیتون بنی هاشم، یه مرتبه حالا شاید تو فضای بازی بوده، مثلا بیرون بوده یا شاید توی مسجد بوده، نگوید یه مرتبه یه تعدادی از جوانهای بنی هاشم داشتن می آمده. نداره روایت که این جوانها کی بودن، احتمالا اون وقت معمولا بچه های بنی هاشم نوجوان بودن، مثل بچه های جعفر طیار، مثلا عبدالله جعفر، محمد ابن جعفر، یا بچه های عقیل، مثلا بچه های عقیل هم اینها بودن، مسلم و دیگران، یا بچه های عباس عموی پیغمبر مثل عبدالله، عبیدالله، قسم، اینها اقبلن. میگوید که فلما رآهم رسول الله، پیغمبر تا چشمش به اینها افتاد، اقرارقت عیناه، عشق تو چشمای پیغمبر حلقه زد و شروع کرد گریه کرد. من به رسول خدا عرض کردم، انس میگوید که عرض کردم که یا رسول الله، لا نزال نرا فی وجه کل حزن، ما همینطور مدام تو چهره شما اندوه میبینیم، ناراحتی میبینیم، این برای چی؟ بعد این جمله رو فرمودن که انا اهل بیت، ما یک خاندانی هستیم که اختار الله لنا الاخرت على الدنيا، خدا برای ما آخرت رو خواسته نه دنیا، دنیا دست دیگران. شاهدش هم اینه که فرمود خدا آخرت رو خواسته برای ما نه دنیا رو، در این سوره مبارکه و الضحی میخوانیم بعد از قسمی که خدای متعال میخوره.
بسم الله الرحمن الرحیم و الله و اللیل ازا سجا ما ودعک ربک و ما قلا می فرمد ولل آخرتو خیر لک من الاولا ولل آخرتو خیر لک من الاولا آخرت بهتر است برای تو از اولا یعنی دنیا و در آیات دیگر هم هست ان الله عز وجل اختار لنا الاخره على الدنيا اینو فرمود بعد اینو فرمودن که ان اهل بیتی بعدی اهل بیت من بعد از من سیلقون ملاقات میکنن بلا ان و تشریدن و تطرید به زودی اهل بیت من بعد از من با بلاها آزمایشها و تشرید و تطرید هر دوش تقریبا از نظر معنا یکی هست یعنی اینا رو کنار میزنه اینا رو دور میکنه یکی از القاب حضرت حجت سلام الله علیه هم طریده کنار گذاشته شده دور اهل بیت من این حالتو خواهند داشت خب این نگرانی پیغمبر یک نگرانی بود که اتفاق افتاد یعنی پیغمبر هم به حسب طبیعی این مسائل رو میدونست هم از طریق وحی به ایشون وحی شده بود که اینهایی که دشمن شما هستن این دشمنان گذاشتن برای بعد از شما و این عبارتی که ما در دعای ندبه صبحای جمعه ندبه می کنن دعا کنندگان و می خوانن در ضمن دعا اوائل دعاست احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیتن و غیره این کینه های بدری خب امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ بدر نزدیک 70 نفر از کفار مکه رو کشته بود در جنگ احد همینطور در جنگ احزاب همینطور عمرو بن عبدود رو به قصر رسونده خب اینها ایجاد کینه میکرد ولو ایشون این اقداماتش در راستای رضای خدا اما به تعبیر خودشون اونطوری که در یکی از خطب نهج البلاغه هست میفرماید که کنا مع رسول الله ما با پیغمبر بودیم نقتل آباءنا و اعمامنا ولا یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما ما تو جنگ ها ما فامیلا جنگ میکرد قریش بستگان اینها بودند در قریش که در جنگ بدر شرکت کردند عتبه شیبه ولید ابن عتبه حنظلت ابن ابی سفیان در یه نامه امیرالمومنین سلام الله علیه به معاویه نوشته در اون نامه مرحوم فرمودند به معاویه که اون شمشیری که جد تو و دایی تو و برادر تو حضرت ابی سفیان کشته شده با اون شمشیر اون شمشیر پیش منه من با اون شمشیر پر کشتم طبیعیست که معاویه باید دشمن امیرالمومنین باشه طبیعیست که معاویه باید تمام تلاششو بکنن تا اینکه قدرت رو بگیره و یزید پسر او وقتی سر مقدسه امام حسین رو گذاشته بودن جلوش و چوب میزد میگفت که لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل خندف جد این هاست یا جده این هاست اسم جده این هاست من به اصطلاح خودمون میگم پسر مادرم نیستم من پسر خندف نیستم اگر انتقام نگیرم از بچه های احمد با کانفر و
وقتی خبر شهادت امام حسین سلام الله علیه به مدینه رسید، استاندار یزید در مدینه عمرو بن سعید اشتر بود، پسر عموی ایناست، از بنی امیه است. دستور داد مردم تو مسجد مدینه جمع بشن. جمع شدن مردم تو مسجد مدینه. بعد از آنی که خبر شهادت امام حسین رو به مردم مدینه ابلاغ کرد، رو کرد به قبر رسول خدا، خطاب کرد به رسول خدا، گفت یوم به یوم بدر، او امروز به جای روز بدر. فاعترضه الانصار، انصار اونجا بودن اعتراض کرد، گفتن هر چی میزنی تو، پیغمبر در بدر بنی امیه رو کشت، اینا کافر بودن، تو حسین ابن علی رو مقایسه میکنی با روز بدر. و وقتی صدای گریه برخی از هاشمیاتی که در مسجد بودن بلند شد، گفت عجت نساء و بنو زیاد عجتن که عجیج نسمتنا غداتن ارنبی. مضمون این شعر این هست، این عجهی که امروز زجهی که زنهای بنی هاشم میزنن، این مثل زجهی همون زنهای ماست، غداتن ارنبی، اشاره به جنگی هست. این نمونه ها رو عرض کردم برای اینکه ملاحظه بفرمایید این نگرانی پیامبر یک نگرانی به جایی بود و درستم بود و سفارش هم کرده بود وجود مقدس پیغمبر اکرم که اهل بیت آماده برای این بلا باشه. یک روایت دیگر رو من عرض بکنم و عرضم رو جمع کنم. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار در جلد احوالات رسول اکرم، بهارهای سابق 25 جلد بود، جلد ششمش پیامبر بود، الان جلد ششم تقسیم شده از جلد 15 بهار تا 22 بهار، این 7 جلد احوالات رسول خداست بالخصوص. در جلد 22 فعلی ها و ششم قدیمی ها، اونجا یک روایتی رو از آقا موسی جعفر سلام الله علیه نقل کرده است که حضرت می‌فرماید لحظات آخر عمر پیامبر که شد، دستور داد پیامبر همه رو از اون محلی که بود بیرون کرد، تمام همسرانشون همه رو بیرون کرد، حالا یا خانه خودشون بوده، خانه حضرت است امیر سلام الله علیه بوده، بنابر تحقیقی که برخی کردن تو خانه خود امیرالمومنین بوده و زنها اونجا جمع بوده، یا خانه یکی از زنهای پیغمبر، علیها پیغمبر اونجا بستری بوده، همه رو دستور دادن بیرون کردن، فقط فرمودن که اینجا علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا و بچه های فاطمه زهرا باشن، همین ها باشن. بعد که در بسته شد و پیامبر تنها شد با خانواده خودش، یعنی امیرالمومنین و فاطمه زهرا و حسنین و زینبین، رسول خدا شروع کردن گریه کردن، گریه کرد. به رسول خدا عرض شد که یا رسول الله، یکی از اهل بیت عرض کرد یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ این جمله رو حضرت موسی جعفر فرمود، پیغمبر خدا به اینها فرمودن که انتم المستضعفون من بعدی، شما رو بعد از من ضعیف خواهند کرد و نسبت به شما ظلم خواهند کرد. این یکی از نگرانی های رسول خدا. حتی در روایتی که این روایت رو مرحوم ابن قولوی در کامل الزیارات نقل کرده، در اونجا هست که وقتی جبرائیل
خبر ظلم به اهل بیت رو به رسول خدا داد از طرف پروردگار که به تفصیلم این رو ذکر کرد. مثلا ظلمی که به امیرالمومنین میشه به تفصیل ذکر کرد، فرق ایشون شکافته میشه. و وقتی رسید به فاطمه زهرا فرمودن که اما ابنتو که فطولم و طورم و هی حامل، دو روایت هست، طورم و هی حامل، به فاطمه ظلم میشه و او رو میزنن در حالی که فرزند در سینه داره. به پیغمبر خدا عرض کردن انا لله و انا الیه راجعون، خدایا من صبر میکنم و تسلیمم و میپذیرم. عرض کردن خدایا میشه مثلا این مسائل اتفاق نیفته؟ فرمودن نه، اینا گذشته در علم من، اینا باید اتفاق بیفته، این مسائل بایستی اتفاق بیفته. این یکی از نگرانی های پیامبر بود و طولی نکشید بلا فاصله بعد از رحلت رسول خدا اون کینه ها و اون دشمنی ها و عداوت ها آغاز شد. الواسبین الواسبین لزرن آل محمد و محمد ملدن بلا تکفینی الهاجمین على البتول ببیتها والمسقطین لها اعز جنینی. القائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم بالرنين. شاید مثل دیشب خانه امیر المؤمنین یک پارچه گریه بود، عشق بود، اما می فرمون آهسته گریه کنید. پرپر شدن گلم به چشمم دیدم، من ناله اوز پشت در بشنیدم. در نیمه شب سینه سوراخش را با چشم خودم به نور ماه می دیدم. در پیش حسین و حسن و زینب او با دست خودم کفن بر او پیچید. وزداد فاطمه رو کفن کرد، یک نگاهی کرد به بچه‌های فاطمه، دیدیم یتیم ها به بدن کفن شده یه مادر چشم دوخته، عشق می‌ریزد، نگاه میکنه. صدا زد حسنم حسینم زینبم هلمو تزودو من امکم و هذا الوداع و اللقاء فی الاخره. بیایید یه مرتبه دیگه مادر رو ببینی. بچه ها دویدن به سمت مادر. امیرالمومنین میفرماید یه وقت دیدم هنت و عنت و بندت یدنه، دیدم یک ناله ای از سینه فاطمه
دستهای فاطمه کشیده شد، بچه هاشو در آغوش گرفت. فعظم به مادم یونادی یا بلحسن ارفعه و آنها لقد هم که یا والله ملائکت السما منادی نداداد یا علی بچه های زهرا رو جدا کن از بدن مادر، ملائکه تاب دیدن این منظره رو ندارم. امیرالمومنین آمد بچه ها رو جدا کرد. یا الله فاطمه زهرا دوست داره گرگه برای حسین رو. امام هشتم حضرت رضا به رجیان فرمود ان کنت بکیت علا شیئن فکی علا حسین. یا امیر المؤمنین بچه های فاطمه رو از بدن مادر با ملاطفت جدا کرد. اما کربلا سکینه رو با تازیان جدا کرد و یتیمتان احوت به جسم کفیله ها حسر از قنا تعج فی اسمات ها. نادیده هیچ دیده که طفل یتیمه را از روی نش باب به سیلی جدا کنه. اجتمعت عدت من الاعراب فجروها جسد ابیها. صلی الله علیک یا ابا عبدالله بسم کرامین العظم یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته. خدایا ما رو بیاموز، برکات تو بر ما نازل بفرمایید. لحظات پایانی عمر این ذوات مقدسه رو به فریاد همه ما برساند. گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان از این جمع، از این بیت، والدینمون، حقداران بر ما، امام، شهدا، همه رو در این رحمت بفرمایید. خدایا این بیماری رو از همه نفوس، خصوصا از این کشور، لاسیما از شیعیان امیرالمؤمنین دور و برطرف بفرما. حق محمد و آله.